من دوباره هم شیر کنم. سلام دوباره شما هم. ببینیم این سیستم نادان ما هم راضی میشه یا هنوز قاطی داره. ظاهرا که راضی شد. بریم کجا بودیم؟ اینجا بودیم. خب تعریف چیز رو من گفت، درسته؟ تعریف چی بود؟ دیسکیت فایبرش. یه حرفایی زدید درباره اینکه فایبریشن چیه و چقدر مهمه و ایده اینه که فایبری نرم داره تکان میخوره و چجوری باید اینو فرمال کرد و غیره توسط این لیفتینگ پراپرتی ها، و با بدیهی ترین جور لیفتینگ پراپرتی همینی که الان داریم میبینیم که مربوط به دیسکریت فایبریشن. خب این هم شکل مربوطش که این کتگوری 20 یه F است از E آمده، میگه که هر FA که پیدا کنی C که وارد شه به FA برای هر C یه دونه هست بالاش که این زندگی میکنه بالای این G به معنی که FF میشه G. خب یک. دو، منظور از فایبر چی؟ بعد بگم منظور از فایبر چیه و بعد هم این کاتگوری رو تعریف کنم و اسمال بودن و اینا رو تعریف بگم. اول بگم فایبر چیه، بذار بریم اینجا با هم بحث کنیم که فایبر چیه. حالا گیرم که شما اصلا یه دیسکریت فایبریشن داشتید که همین لیفتینگ پراپرتی هر رو یعنی داره، درسته؟ خب حالا یکی لیفتینگ پراپرتی داره، شما می فایبریشن داریم، منظور فایبر چیه؟ خب منظور از فایبر طور آدم عاقل میگه که این اگر بیست اینم بیه، برای مثلا یه آبجکت چه میدونم بیه کوچیک اینجا، فایبر بالاش همین مثلا همه آبجکت هاییه که وارد میشن به بی، درسته؟ که منطقیه. ولی مورفا چی؟ یعنی آیا فقط اینو میخوام ست بگیریم یه کتگوری منطقی تایی که یه کتگوری باشه، یه سیر کتگوری ای باشه؟ من تعریف میکنم این رو فایبر که ستاش همونه، فقط حالا اگه ست باشه البته کلاس مربوطه همونه، فقط مورفان مهم میشه. تعریف میکنم این که فایبر بالا سر بی باشه هست ساب کتگوری ای که بالای زندگی میکنه این مپ، بالای آیدنتیتی. چی شد؟ چی دارم میگم؟ میگم یعنی این کتگوری هست کتگوری همه افای مثلا از هر ایکسی به وای، به طوری که این رو میشه برای هر چیزی هم گفت، لزوما نباید فایبرشن نباشه، هر افی که فانکتور باشه شما میتونی فایبر بالای اینو تعریف کنی، درسته؟ یه بی اینجا میگیری فایبر رو تعریف میکنی همه ای افایی که اف میشه آیدنتیتی. طبیعتا ایکس هم همونایی هن که اف ایکس، یعنی لازم نیست بگم که اف ایکس و وای هم، یعنی آبجکت ها دقیقا همونایی هن که انتظار دارید که اف ایکس اف وای اف همه اون آبجکت هایی که اونجان حتما میشه بی. که بله مپاش چی؟ مپا همونایی هن که میشه آیدنتیتی بی. منطقی هم هست، برای اینکه غیر از این من نمیتونم فیکس کنم، هر چی که باشه که معقول نیست باشه، آیدنتیتی باشه یعنی واقعا این بی است به منزله بی که تکان نمیخوره. واقعا ببین بی هم به خودش مپ نابدیهی داره، اون هم اینجور تکون خوردنه. من میخوام این استاتیک ببینم، یعنی یه بی میگیرم فرض کنم تکونم نمیخوره، ببینم کیا میان به این، اون کیایی هم که میان به این آیدنتیتی واقعا تشکیل کاتگوری میدن. برای اینکه اف و جی اگر هر دو بیان با آیدنتیتی، اولا که آیدنتیتی می با آیدنتیتی حساب کنم که اف و جی بیان ترکیبشون هم میاد، یعنی واقعا جدا ساب کاتگوری میشه، نسبت کامپوزیشن بسته است، آیدنتیتی هم داره. این یه جورای همونی که در نظری گروه اینا مثلا کرنل مربوطه است در واقع.
اف اونایی که میره به اون ای. حالا به هر حال این یه ساب کاتگوری به شما میده این بالا. برای هر فانکشنی که شما بگیری، نه لزوما فایبریشن یا دیسکریت فایبریشن یا چی، این حتما به شما یه فایبر بالای این میده. این در واقع این انگار که شما این فایبرها رو که یه هر کدوم از این بیا باشه با مپ هایی که بینشون هست و البته رو خود بیام هست به هم چیز کردین، دوختین و مثلا باندل کردین، بستین و یه چیز پیچیدین دورش و اینطور. خب حالا این تعریف یک. دو، این که فایبریشن رو دیسکریت فایبریشن رو در آخر بشین که ما تعریف نکرد، فایبریشن مفهومی تو حواس داره. دیسکریت فایبریشن رو میگیم اسمال وقتی که فایبرها همه اسمال باشن، این فایبرها همه ست باشن، یعنی ان چیزشون خانواده همه مپا و نمیدونم فلان ایناشون همه یه ست باشه، کوچیک باشن. درست، اینم از این. و عرضم به حضورتون که سوم هم این که کاتگوری همه اسمال و اسمال باشن و دیسکریت فایبریشن ها رو هم با دی فایب نشون میدم، آف بی. این یعنی همه دیسکریت فایبریشن های اوور بی. خب این آبجکتاش باش، فایبریشن های که اوور بی زندگی کنن، کلش مهم نیست، بی بیس مهمه، اونایی که بالای بی زندگی میکنن. خب باش، مپا چیه؟ منظورم مپام روشنه دیگه که اگه این بیه، این ایه، مثلا اینو ای پریمه، این دوتا فایبریشن باشن، خب مپ هم یه دونه اینه که اینو جابجا میکنه. این مپی که اینو جابجا میکنه در واقع معنیش فقط اینه که این فایبرها رو میفرسته به هم، فایبر وایز اینگاه یه مپیست از ای به ای پریم که هر ای بی رو میفرسته به ای، میفرسته داخل ای بی بی، ای پریم بی، فایبر وایز فایبر فایبر جابجا میکنه، هر یه دونه نگاه میکنه، اینو میفرسته به اون، اینو میفرسته به اون. این جابجا شدن اگه بنویسین همینه دیگه، نگاه این بالای بی یعنی این فایبر اینجا، یه کسی بیاد اثرش بشه بی، این اینی که بره اونور بیاد پایین اثرش بشه بی. و من کسی که این بالا یه بی بی فیکس زندگی میکنه، تصویرش هم بالای همون بی زندگی میکنه، این عجیب نیست، همون جابجا شدن است. همین تو برای مورفا غیر. حالا به هر حال در واقع دارم میگم که این سابکت فول سابکتگوری کیه؟ کت اوور بیه، درسته؟ اینو دارم میگم دیگه، میگم آقا این اوور بی رو نگاه کنید، فقط فایبرشن ها رو بگیرید، دیسکریت فایبرشن ها اسمال رو بگیرید، مپ های بینید چما مپ هایی هن که تو اوور کتگوری هست، مپ رو کار خواست نکن. خب این هم کتگوری، این همین کتگوری که قرار بعدا معلوم شه که همون ست به توان بی اپوزیت. خب این همونه، ولی فعلا ما به این کار نداریم. الان اولین چیزی که میخوام بگم یک نکته درباره گسسته بودن فایبریشن. این دیسکریت فایبریشن رو خب تعریف ما میگفت که این رو یونیکلی میشه لیفت کرد بالا. من شهودن گفتم یونیکلی به دیسکریت بودن ربط داره ها، درسته؟ روی حساب گفتم که ببین اون تصاویر یادتونه گفتم دو تا چیز با هم مساوی باشه، اون بالا این روش مساوی کردن اینا رو یکتا یه روش مساوی کردن هم اونجا بین فلان و فلان الغا میکنه، یعنی که اونجا هیچ کامپیوتیشن دیگه ای نیست، هیچ تبدیلی دیتنس دیگه ای نیست، اصل همینه که یکانه منتقل میشه. اگه اون وسط هم بامبول خودش داشت، مثلا این دو جور منتقل میشد، لیفت میشد، ولی چند جور لیفت میشد مثلا، بسته به اینکه خب این تصاویر رو فهمیدیم باشه دست شما نکنه، بعد که تصاویر فهمیدیم حالا میخوایم یه کارهای دیگه هم بکنیم دیگه، مثلا میخوایم که انگار ای رو همه رو بذاریم بی توی این عبارت های بالاتر، ولی این دوتا دیگه یکی نیست به طور واضح، اینو باید خودمون یه تبدیلی هم اضافه تر بکنیم. چند جور میتونیم تبدیل ها رو بکنیم نه فهم کنیم. خب این اون گسستگی هست، یعنی تا جایی که ای ایه دیگه اون بالا هیچ اتفاق داره نمیده، انگار همه چی فقط مربوطه به اون المان های این پایین، اون بقیهش دیسکریت. این شهود ماست. فرمالی همیشه اینو گفت، فرمالی انتظار اینه که دیسکریت فایبریشن فایبراش دیسکریت باشن، یعنی من برای هر بی انتظارم اینه که کاتگوری ای بی دیسکریت باشه، درسته؟ منطقیه دیگه، این رو باید نشون بدم. بعد ممکن البته بگین که خب پس اگر من
چیز کنم، یک فانکتورم بدم که این اینا دیسکریت باشه، همین بس که نیست، دورم نی ولی نیست، معادل نیست با این تعریف من، یک انگوفنگای اضافه تری هم دار که این توش جهت رو نمیدونم ساده کردن رو یه چیه جزئیاتی داره که مثلا این گروپ های دنمدم کانکت اینا بگیرین میشه ولی یکی نیست. ولی حالا مهم نی فعلا. من حرفم اینه که فعلا یه طرفش رو میده دست کم دیسکریت و هفت باید باشه دیگه. یه معنی از دیسکریت بودن. یه معنی دیگه هم اینه که بعدا نشون میدیم که این رو در واقع هیچی نیست جز همون فانکتور به ست. یعنی هر کدوم اینا میشه تبدیل کرد به فانکتور. هم روشنه که باید چی باشه الان دیگه. نه بذار این یواشکی این پشتی کسی نیست اینو حرف بزنیم که ست به توان بی اپوزیت رو آدم چطور میخواد بکنه کاتگوری فایبریشن های بی. یه روزی بالاخره باید اینجا فانکتور تعریف کنیم بینشون. منطقیه که اگه من یه فایبریشن دست کم به شما بدم، شما که اسمالم هست، روشنه که این فانکتوری که از اپوزیت قراره بره به ست رو معلومه که باید بگیرید چی دیگه. نه باید بگیرید هر بی رو دست کم آبجکتاش هر بی رو باید بفرستید به یه بی دیگه. نه عجیب نیست دیگه. این به هر بی میگه که اونی که تکون بخوره کیه فایبرش. خب و بعد این دیسکریت بودن این خبر خوبی است به این معنی که وقتی من اینو ست زیرش رو فقط در نظر بگیرم که آبجکت باشه، چیزی رو دارم فراموش نمی‌کنم. واقعا سته، یعنی کاتگوری نیست که من بگم کاتگوریشو ول کنم و ستشو بگیرم، چون چیزی فراموش نمی‌کنم که این یکی بودن و بعدا میتونم به دست بیارم. بنابراین به همین معنی میشه گفت که دیسکریت بودن اساسا اینه که این میره تو ست و این دوتا با هم یکیه. یعنی اگه جای این ست مثلا کات بود دیگه دیسکریت نبود، اگر توپ بود مثلا توپولوژیک بود دیسکریت نبود. این که این میاد داخل ست یک معنی دیگره، یعنی سند دیگه ایه که این نوشن دیسکریت بودنی که ما اینجا تعریف کردیم معنی دار و معقول و این است. واقعا فایبرها این یه حرف زدن از یه فایبریشن دیسکریت این اینه واقعا که از یه فانکتوری حرف بزنیم که یه ست در حال تغییره، که دقیقا یعنی که دیسکریت ست و در حال تغییر. یعنی اگر یه روز اینو ثابت کنیم اینو من میتونم به عنوان سند خوب نامگذاری کردن این دیسکریت فایبریشن استفاده کنم. الان یه چیز کوچولو میخوام بگم، میخوام بگم اصلا این سند ضعیف‌ترم اینه که اصلا این دیسکریت. خب یعنی چون اگه دیسکریت نبودم اشکال نداشت، تو میگفتی خب رسیدیم اینجا اینو فراموش کنید ستشو بگیریم. کار بعدی داری میکنی روشنه که این بعدن این به هم میریزه این اکویوالنسه. ولی همین که نشون بدم که این دیتا اینجا فراموش نمیشه خودش یه گامین یک حسی میدم که چرا من حق دارم به این بگم دیسکریت. حالا بعد فایبر هم دیسکریت از کجا میدونم؟ از اینجا میدونم. بس کن یه مپی باشه بعد نشون بدم اون مپ آیدنتیتیه اوور یه المنت، نه بعد هیچ مپی نباشه تو ای بی. فرض کن هست، یعنی این ای این ای این بی فیکس کوچولو، حالا این بی اینجوری مثلا این فایبر، این بالا یه ایکس هست یه وای هست یه مپ نابدیهی هم مثلا میخوام حالا یه مپی میگیرم بعد نشون مپ حتما آیدنتیتی ایکس و وای هم با مساوی هست، اون وقت دیسکریت میشه دیگه. نه این رو بگی اف. خب اف یه مپیس از ایکس به وای، توجه دارید که این مپ زندگی میکنه در یه، یعنی چی؟ یعنی این که این طبق تعریف این x و y هر دو f‌هاشو میشه b. درسته؟ و بدتر از اون f هم میشه identity b. درسته؟ خیلی این که تعریف تعریف فایبر باش. حالا اینجا نگاه کن، طبق میخوام از تعریف دیسکریت فایبرشن استفاده کنم بگم این یونیک لیفت شدنه این اف رو نابود میکنه. الان این آیدنتیتی الان در واقع دارم میگم این داره میگه اف بالای آیدنتیتی بی زندگی میکنه. درسته؟ با ته وای. یه کس دیگه ای هم حالا این اف مثلا اینجوری بس این اینو حالا اون فایبرشو فراموش کنید این اینجوری نگاه کنید این الان اف این وای این ایکس تصویر این میشه اف وای هست بی. خب این مپ رو در نظر بگیرید آیدی از بی بی بی. خب
الان فایب ریشن میگه که این ته که از بالا آمده، یه مپ هم بهش هست از هر کی، این یونیکلی لیفت میشه بالا. یعنی یک و تنها یک مپ هست، این هر ایکس میخواین اینجا بذارین، هر کاری میخواین بکنین که بالای این زندگی کنه. یه مپی که این بالا میدونیم زندگی میکنه یا افه، یکی دیگه هم هست البته با یه دوم دیگه که لزوما با سر دیگه، اون چیه؟ اونم آیدنتیتی وایه، درسته؟ اینم بالایه، باید اینکه آیدنتیتی همیشه میاد با آیدنتیتی. یونیکنس به من میگه که مادامی که این ته این فیکسه، این دوتا باید با هم مساوی باشن. این دوتا با هم مساوی باشن، هم ایکس با وای مساوی میشه، هم اف با آیدنتیتی. یعنی من هر دوتایی رو بگیرم و هر مپی بینشون بگیرم و دوتا با هم مساوی هن، مپ هم حتما آیدنتیتیه. یعنی این بالا هیچ مپ نابدیهی نیست. فایبرها حقیقتا گسستن. که این خبره خوب. درسته. این از این. این اولین باری که من دارم از ویژگی دیسکریت وایبریشن استفاده میکنم که یه چیزی رو، یه دیسکریت بودن این را دست کمش بوده. خیلی خوب. این از این تیکه ترمینولوژی که اگه خواستیم بریم ببینیم. حالا یه چند تا مثال هم با هم ببینیم که به دردمون میخوره که یه چیزا یاد بگیریم. بدیهی ترین مثال فایبریشن آیدنتیتیه، درسته؟ بی کتگوری وی آیدنتیتی به خودش، خوبی فایبریشن. از این کلیتر اصلا هر ایزومورفیزمی، اینه که من یه ایزوی داشته باشم، این اف ایزوی، یه فانکتور ایزوی ببین، این حتما که خب حالت جنرال این آیدنتیتی هم هست، این حتما فایبریشن دیگه، دلیل واضح دیگه، بخاطر اینکه این بالا و پایین یکی هم دقیقا به لحاظ شکل و همه چی وصل بودنش و اینا. من به آنی که یک مثلا A پیدا کنم، F A این پایین پیدا کنم، A اون بالا A و یه C هم اینجا پیدا کنم، بدیهی است که به خاطر ایزومورفیزم بودن این C حتما F کسی است، یونیکلی F یه B مثلا، یه B اینجاست، این مپ هم یونیکلی F کسیه، بازه یه ایزومورفیزم برای یه جور فقط لیفت میشه، این کاری خاص نمیتونه، خیلی بدیهی و بیمزه، خیلی زیاده رویه طبیعت. ایزو همه هست، هیچ. یک خانواده هم هستن که خیلی خانواده جالبی هن، خانواده هن که تریویال هن. ببین بدیهی ترین دیسکریت فایبریشن ها که میتونیم بسازین الان تو ذهنتون چیه؟ عجیب نیست، یه بی میذاری اینجا، این بالا یه سری فایبر گسسته نصب میکنی بدون که هیچ ربطی به همین چیزی چی داشته باشه، همینجوری اصلا یه فایبر فیکسی رو تکرار. خب یعنی معرفه میگه من بی رو من به تو میدم، تو اینجا یه کاتگوری A مثلا بهت میدم، اینو بذار اینجا، اینجا هم بذار، خب همینجا الا ماشاءالله بالای هر A اینو بذار، که در واقع دارم میگم این بالای رو بذار B دب در A، در واقع به عنوان کاتگوری، خب دب کن و بعد اینم بذار پروجکشن به B. خب فقط قول بدین ایاد گسسته است، هیچ مپی هیچی اتفاق نمیفته، هرچی هم که اتفاق میفته بین اینا اینجوریه، همون یارو موازی هست که اون دفعه حرفش رو زدیم بالاتر، این همونه دیگه. ببین مپی کجکی که نمیده، به خاطر اینکه اشیایی که این بالان، ببین چه شکلی هن، اشیایی که این بالان هست مثلا بی و ای، درسته، بی پریم و ای پریم، این دوتا شیه اون بالا، مثلا یکی اینجاست یکی اینجاست. خب مپ های بین اینا چه شکلیه؟ یه مپ از بی و بی پریم و یه مپ بین A و A پریم، از قضا این گسسته است. بنابراین A و A پریم من تنها باید تنها حالت که میشه مپ داشت اینه که این دوتا با هم مساوی باشن و اینم همون آیدنتیتی A باشه. خب این همونه که میگم این A به همون به خودش میره و با آیدنتیتی هم میره، هیچ اتفاقی نمیفته، همه اینجوری موازی به هم، فقط اینن B رو داری اینجوری کپی میکنی، اینجوری گسسته گسسته. یعنی اگه اینو اینجوری عمودی فایبری نگاه نکنید، باز به بی نگاه کنید، اینجوریه که این بیه، این بالاش اینطوریه، بی 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 الا ماشاءالله بی که با ای اندیس کردم. خب اینه.
که این گسست هست، هیچ ربطی به هم نداره، یه سری بی بالای هم زندگی میکنن خوب چیدی، و روشنه که خب این چیز دیگه یک دیسکریت فایبریشن، چون هر چیزی که من اینجا ببینم این چند جور البته میتونه لیفت بشه، ولی به آنی که من تهش رو حتی سرش رو فیکس کنم این فقط یه جور لیفت میشه، چون میگم تو کدوم فای، تو کدوم حالا فایبر که نگم، تو کدوم مثلا خط چیز افقیه، تو کدوم کپیه بیه معلوم میشه. فرمالی سخت نیست که نشون بدم که اینی که این قصه هایی که گفتم خیلی فرمالش اینه که آقا بی رو ضرب کنید در یه A گسسته است و این رو با پروجکشن رو اولی که فانکتوره ببرید به B، و این حتما برای هر A و برای هر B بیشتر که A گسسته باشه این چیه؟ دیسکریت فایبریشن، و به این میگن تریویال دیسکریت فایبریشن، چون تریویال دیگه خیلی دیگه دیسکریت هم دیسکریت ها که گوشتی بغل هم و اینا کپی کردی و دیگه از این بهتر هیچی نمیشه. چرا هست؟ چرا دیسکریت فایبریشن؟ نگاه کنید دیگه، الان اگر من اینجا مثلا یه FA داشته باشم مثلا که بالا آمده، خب از بالا آمده یعنی یه دوتایی بوده دیگه، اینم F کم P0 داره، در واقع من P0 یه BOA بگیرم دارم دیگه که شده B، یه الیمنتی از بالا آمده که این BOA بوده، یه دوتایی از من دیگه هرکیس که این بالا و رو اولیش پروژکت شده که اومده پایین، یه مپی هم از یک C به این B هست مثل F، این قرار یونیکلی لیفت چه بالا، یعنی من باید این رو لیفت کنم به یکی، خب دست کم به این که میتونم لیفت کنم، نه این بالا این زندگی میکنه دیگه، پروجکشن این میشه به همون این، میبینین دیگه این همون خط مربوط به A، اون کپیه اون خط است، خب اینه که میشه لیفت کرد. بعد بگم جا دیگه هم نمیشه لیفت کرد، چرا نمیشه لیفت کرد؟ چون بیایم فرض کنیم که بشه لیفت کرد به C و D لیفت بشه مثلا به B و A، اینم خب چون لیفت شده اولیش که از من F، دومش حالا یه G، درسته؟ حالا اونجاست که میگه آقا این میگسسته نیست، میگم خب یه خب با این G که بین D و A حتما آیدنتیتی این D و A هم با هم مساوی هم، که یعنی ما تو این کیسیم، یعنی یه دونه بیشتر بالا نیست. چی شد؟ اینا رو بهش میگن تریویال دیسکریت فایبریشنز. خب اینا یه حالت هم انگار که شما این فایبرها رو چیزه، حالا فایبرها نه، این چیزها رو گذاشتی، این موازیها رو گذاشتی به هم، هم هیچ کاری ندارم چون دیسکریت من وست و اینا هم نکردی، پیچ اضافه ندادی بهش، اینا رو به هم نبافتی، باندل خاصی نیم نشستن اون کار خواستن. خب حالا مثال بزنیم بازم، اما همینجا آدم مشکوک میشه، نه ابروت باید بره بالا که نکنه همش همینا، نکنه همشون گسستن، حالا در حد ایزومورفیزم دیگه، یعنی چه در حد ایزومورفیزم؟ یعنی مثلا نکنه که من هر ای که بدم over b، مثلا طرف بگه که من یه دونه a پیدا میکنم که گسسته باشه، اینم پروجکشن باشه مثلا، خب و اینم ایزو باشه، شکلن یکی باید در حد ایزومورفیزم شاید همین باشه فقط، تا کجا معلوم که نیست، هم طبیعتا مثلا که نه هر ایزوی دیگه، یه ایزوی که اینجا به جا میشه دیگه، چون باید ایزومورفیزم بین این دوتا مپ باشه، ایزومورفیزم به عنوان کسی که در دی اینجا زندگی میکنه، خب باستون هست دیگه که این زیر کتگوری کت اوور بی، یعنی به منزله اوور کتگوری بی اینا یکی باشه، یه کسی باید باشه که هم ایزو باشه بین این تا، معلوم میشه که ایزو، و بعد این هم جا به جا کنه. آیا میشه؟ کار دیگه یه وقتی دیگه اینطوری بود، وقت بیمزه است دیگه، نشان مسخره ما تعریف کردیم، حالا البته به نظر من اینطوری نیه، نشان مسخره نیست، دست کم اگر من اینقدر احمقانه است همه چی گسسته میشه، دست کم با اون قضیه که بالاتر میگم که ست به توان بی اپوزیت همون دیسکریت فایبریشن های بی ان، همچین کار بیخود نکنم، چیز خفنی ثابت کردیم درباره همه فانکتور ها و یه همچین چیزی، انگار گفته باشیم همه این الیمنت های هر افی که از مثلا بی اپوزیت به سته، اگه کتگوری الیمنت شو بنویسی که یه چیز اینجوری میشه، اون کتگوری الیمنته که از قضای شالا فایبریشنه،
چون قرار بود که اینا دو روی سکه باشن، اون وایبریشن هم گسسته میشن و انگار که ما همه اون کاتگوری المنت ها رو داریم. و البته کاتگوری المنت تا جایی که بقل آدم میرسه گسسته نیستن، همچین هم همه اینقدر چیز نیست یه خط صافن نه اینا، ولی به حال کار این داشته باشین تو ذهنتون. بریم ادامه این مثال همون رو بزنیم. حالا ادامه مثال همون من اینجوری با مزه بازی میخوام درارم که ما بلد این کتگوری حالت خواستاش چیه و اینها. کتگوری میذارم اینجا، مپ ها حالت خواستاش رو بلدیم. مثلا کتگوری میتونه پوست باشه یا میتونه گروه باشه یا ال باشه بل باشه، اونا رو میذارم ببینیم که کی در اون کیس ها ما فایبریشن داریم. مثلا از حالت گروه شروع کنم. گروه چی میگه؟ میگه آقا فرض کن این یه تکی چیز باشه با این جی روش، این هم همون تکیه باشه با اچ روش. اینا به منزله کتگوری، دو تا گروه ها به منزله دو کتگوری نگاه کن و یک مپی که بین این هاست و این مپ اف چیه؟ حالا اف بزرگ بزرگ بنویسم که این اف هم یک همریختیه دیگه، یه فانکتور در واقع همریختی. این معنی همریختی از جی به اچ دارم که دارم منزله فانکتوری بین دو کتگوری نگاه میکنم. این فانکتور کی چیزه دیسکریت وایبریشن بخوام اینو بررسی کنیم. خب کی میشه؟ ببین چی میگه دیسکریت وایبریشن. میگه هر تصویری کسی که این بالاست و این پایین در نظر بگیری آبجکت، و یه دونه اون بالاست یه دونه هم این پایینه، برای همین استار رو میگه در نظر بگیریم. کاری خاص نمیتونم کنم، استار ولی تصویر بالا هست. استار رو که بگیریم، هر مپی که اینجا باشه که اون مپ از استار بسته از جای نمید، یعنی هر مپی اینجا باشه، یعنی هر اچی تو اچ بسته، این بالا سرش دوباره از جای به جای نیست، این همه چی بطری بیار، یه جی باید باشه، نه فقط یه جی، یونیک جی باید باشه به طوری که این بیاد به این. در واقع داره میگه برای هر اچی تو اچ یک یونیک وجود داره جی تو جی، به طوری که اف جی بشه اچ. خب این یعنی ایزومورفیزم دیگه، برای و روشنه که ایزومورفیزم باشه هم، یعنی دقیقه همین شرط. بنابراین یک فانکتور بین دو تا گروه دیسکریت وایبریشن اگر مثلا اگه ایزومورفیزم باشه، میتونید یه ایده بگیرید که چقدر محدود کننده است دیسکریت وایبریشن. تو این کیس قشنگ خود چیز خود ایزومورفیزم میشه، که البته خبر بعدی هم هست برای اون حدس ما. می‌خواستیم ببینیم که آیا همه چی گسسته است یا نه. خب این اصلا شد ایزومورفیزم. ایزومورفیزم ها گسستن دیگه. این ای رو کافی بذارید مثلا چیز یه تکازوی با فلان، یعنی یک کتگوری یه نود و یه آیدنتیتی، که این ضربش هیچی نشه بشه بی به بی در واقع آیدنتیتی. آیدنتیتی هم آیدنتیتی در واقع دارم میگه آیدنتیتی تریویال، و هر کسی هم که چیز باشه معادل باشه با تریویال، تریویال طبق تعریف. و من ایزومورفیزم ایزومورف با آیدنتیتی اینه دیگه، این جیه، این به جی، این آیدنتیتیه، این حالا این اچ به بخش اچ به اچ، این جی به جی. این اگر ایزومورفیزم باشه این دوتا هم با هم ایزو هست. این یارو که اینجا باید بذاری چیه؟ اف منفی یکی مثلا درسته؟ که اینجا به جاش برای افن فکر کنم. خب ایزومورفیز به این دوتا این هم جا به جا میکنی. پوینت هم اینه که اگر این ایزومورفه یه مپ از جی به اچ ایزومورفه، معادل اینه دقیقا که به عنوان آبجکت ایزومورفه با آیدنتیتی، به آیدنتیتی تریویاله، پا این هم تریویال طبق تعریف. تریویال ها فقط اینا نیستن، همه اونایی که ایزومورف هم هستن باهاشون به این معنی که اینجا گفتم تریویال. من تریویال. خب این تیرو میخورد به سگ. اینجا نتونستیم مثال خوب پیدا کنیم. فهمیدیم ما که چقدر محدود کننده است که دیسکریت وایبریشن خیلی خیلی محدود کننده است در مورد در کیس گروه هست که، اما چیز بیشتر نفهمیدیم دیگه، نتونستیم مثال بزنیم. اشکال نداره. بریم سراغ پوست. پوست هم بچه خوبیه. گاهی میشه از پوست انسان مثال در بیاره. یا فرض کن یه پوست پی داریم با اوردرش و یک پوست دیگه هم دارم کیو با اوردرش. خب و طبیعتا یه مپ هم بین اینا دارم و دارم وانمود میکنم که بالای کتگوری پایین هم کتگوری است، و این اف هم کتابه است در واقع حافظ ترتیب از پی به کیو هم فانکتور.
میخوام بینم اینا این order preserving ها کی discrete vibration. خب بیاین تعریف discrete vibration بنویسیم. میگه که هر کسی این پایین که f یک کسی اون بالاست، بنابراین به ازای هر f هر a که اینجاست اتوپیه، میگه f a رو بگیر تا اینجاش معقول. خب باید حتما این طرح باید f a بشه، بعد یه مپ از هر جای خواستی بگیر به این f a مپ که یه دونه بیشتر نیه اینجا چون پری اوردره، ولی معنیش اینه که به ازای هر b در واقع که کوچیک‌تر مساوی q f a یه، یعنی همون یه به ازای هر یه مپی، این b هم دلخواهه، وجود دارد یه مپی بالای این، یه مپی بالای این یعنی دقیقا b و فقط هم یه دونه باید باشه. خب فقط یه دونه بودنش از در میاده از همون که این بوست هیچ، برای میگه که یه مپ هست اون بالا، یعنی میگه یک مثلا c هست تو p که از قضا کوچیک‌تره یه، و این یارو سیه هم با f میاد به b. حالا اینو آدم بنویسیم چی میشه؟ میشه که هر f a هر کی زیرش باشه f کسیست که زیر a درسته؟ من f a به تو بدم یه b کمترش پیدا کنی، دو تا ویژگی دارم میگم. میگم یک b حتما f کسیه، دو اون کسی هم یونیکه و خب کمتر مساوی a هم هست طبیعتا، درسته؟ وقتی که دو تا باشه اینا میشن دو تا مپ مختلف که این امکان پذیر نیست، این تحیاتون آزاد، اونم سی هم یک تاست. خب بنویسیم این، من میگم که معادل این دو تا شرط اگه اینا رو جدا کنم از هم که خوشگل بشه اینه که یکی اینکه f order embedding باشه، حالا می نویسم یعنی چی، یعنی به عنوان دو تا چیز embed کنی این order تو اون، که تعریفش اینه که f برعکس حافظ ترتیبی، که اگه f مثلا c کوچیکتر مساوی f a شد در q آنگاه c هم کوچیکتر مساوی a باشه در p. میگه هر وقت که دو تا تصویر از هم کوچیکتر بودن اون اصلی هم از هم کوچیکتر بودن مساوی، یعنی شما کوچیکتر مساوی های قبلی رو که میبرید تو جدید، چیز کوچیکتر مساوی جدیدی خلق نمی کنی، یه جور چیزه فول بودنه، این فوله، یعنی اونجا اگه یه چیزی ارده جدیدی خلق کردی تو تو چیزی که با هم مثلا قابل مقایسه نبودن شما قابل مقایسه نمی کنی، که معنی دقیقه اینه که یه ارده توی ارده نشسته، یعنی اگه دو تا عضو تو اون کوچیکه بگیری این از این کوچیکتر که بتن اگه تو اون بزرگه باشه. از جمله این ویژگی میده که f یک به یک هم هست، فرض کن f c مساوی f یعنی باشه ما c با این مساوی نباشه مثلا برای اینکه فلان خراب کنیم، اون وقت f c که کوچیکتر مساوی f a و f a هم کوچیکتر مساوی f c، c کوچیکتر مساوی a میشه، a کوچیکتر مساوی c میشه و مساوی میشه. از امبدینگ قوی تر از یک به یک بودن، یک به یک هم هست، معنی شکلیش بنابراین میشه که این واقعا به طور یک به یک نشسته اون تو، نه فقط نشسته بلکه دو تا چیزم با هم ارتباط کوچیک‌تر دارن اگر تنگه تو بزرگه داشته باشن، یعنی فقط یه تیکه ای از این برداشتین ترتیب هم ترتیب بزرگ است، میشه امبدینگ دیگه، این می نشیند دقیقاً اونجا، همه ترتیبای پی رو برمی‌داره و فقط همونا رو برمی‌داره، از خودش هم چیزی خلق نمی‌کنه. برای من تنها دیتا اینه که یکی توی این زیر مجموعه هست یا نه، انگار که اساساً هیچ چیزی نیست جز اینکه یه زیر مجموعه هستی، یعنی این انگار که این شرط داره میگه آقا پی حالا در حد نشستن واقعا زیر مجموعه کیوه، اوردر پی اما همون اوردر کیوه، به شما مربوط نیست، فقط مهم اینه که یه چیزی تو این پی ها یا نیست. یک دو این کافی نیست، این دو تا شرط، این شرط یک به یکی است. شرط پوشایی هم این تو یواشکی هست، اینه که هر بی گفت باید اف کسی باشه، مطمئن نه هر بی پوشایی نیست، هر بی کمتر از اف ای. این معادل اینه که بگیم که تصویر پی داون ست، داونوارد کلوزد، یه سابستی رو از کیو میگیم داونوارد کلوزد اگر که یک از پایین بسته باشه، یعنی بی اگر مثلا توی ای بود و کوچیکتر مساویش یه ای بود، اون وقت ای هم توی
ای باش. این از یه جای به پایین ورده. این داره میگه که تصویر F تو P، تصویر P توسط F که F یه امبدینگه، یعنی دقیقا همون P توی Q نشسته، هم نشسته دقیقا متناظر به ترتیب Q، هم از پایین بسته است. خب یعنی مثلا اگر چه میدونم این ترتیبی کیوه بزن، شاید این حالت هاش هم الان که اومدید تا اینجا دیده باشیم بعد نیم فرض کنید مثلا یه ترتیبی کیوی داریم، خب ترتیب کیوه، یک حالتی که اون اردر امبدینگ میگه که شما یه تیکه رو از این برمیدارین مثلا اینقدر، و هر چی که این وسط بین اشیا اردر داریم مینویسیم دقیقا همونهایی باشه که این کیو میگه، چیزی بیشتر بهش اضافه نکن، دقیقا نشسته دیگه. این شرط دوم میگه نه اینجوری هم ور ندارید، از پایین بسته باشه، یعنی اینا رو همه رو بردارید، اینجوری زیر مجموعه بردارید، هر کیو برداشتی زیر ترش هم بردارید. خب اینا مثال هایه میشه نشون دو تا شرط هم واقعا هر دو یعنی با هم کافی هم برای اینکه اون شرط خفن‌تر بالا رو که یک مجموع کردید داشته باشن. بنابراین میشه گفت که اگر دو تا پوست من داشته باشم، یه مپ هم بینشون داشته باشم، اون مپ حتما امبدینگ قرار باشه دیسکریت وایبریشن باشه و حتما هم اینی که نشسته تو اون از پایین بسته است، یا فرمالی اون اف پی از پایین بسته است. خب این که یک پوستی بردارم و یه تیکهش از پایین بسته بردارم دقیقاً به من وایبریشن میده و فقط همینا به من دیسکریت وایبریشن میده. خب حالا اولا معلوم میشه که اینجا هم یه محدود کنندگی داری، محدود کنندگیمون این تیکه است که این امبدینگ واقعا، یعنی هر چیزی رو واقعا باید بشینه اون تو، این خیلی حرفه، شبیه اون ایزو هست مثلا، ایزو رو دیدین، ایزو هم یک به یکیش همزمان با هم بود، اینجا یک به یکیش هست، باید بشینه واقعا، بیشتر یک به یکی هست، باید بشینه به معنی چیز، اما پوشا و نیست، عجیب هم نیست، بخاطر اینکه هیچ جای ما حرف پوشای چی نمیزه، میگه هر کی قبل از F1 باشه، یعنی از پایین بسته بودنیه. خب پوشا لزوم نیست، ولی خب امبدینگ بودن واقعا شرط محدود کننده. حالا آیا میشه از این یه نان تریویال در آورد؟ از این مثال یعنی یه کیو پی پیدا کنم که پی بشینه تو کیو، از پایین هم بسته باشه، که این اتفاق خوبیه، سریع دیسکریت وایبریشن میشه، بعد نشون بدم که این تریویال نی. تریویال نی یعنی این که این نشستن مثلا پی در کیو متفاوت باشه با کیو ضرب در مثلا یک دیسکریت کتگوری ای مثلا، اینم پروجکشن، این دوتا ایزو نباشه. میشه آیا هم چیکار کرد؟ اگه بشه خوبه دیگه. خب میشه، شدنش که میشه. دلیلش خیلی ساده است، کافیه که من یه کیو بردارم هر چی، یه پی هم بردارم توش هر چی، فقط قول بدم این کارو بکنم که پی توهی نباشه و پی کل کیو هم نباشه، نابدیهی باشه، فقط از پایین هم بسته باشه طبیعتاً. خب خیلی تعجب نیست دیگه، مثلا چه میدونم اردرتون رو بگیرید مثلا یه دوزوی جوری، اینو بگیرید پی، کلش هم کیو، از پایین بسته است، توهی نیست، کلش خیلی ساده. به آنی که من همچین چیزی رو ست کنم، این نگاه گسسته نیست، خیال تخت. چرا گسسته نیست؟ به این دلیل ساده که گسسته ها رو ببین یه ویژگی داره، این A یا توهیه، یه کتگوری توهیه، یا دست کم یوز داره. اگه توهی باشه این میشه، این دومینه میشه هیچ عضوی توهی، که اگه قرار باشه ایزومورف باشه با پی، باید پی هم توهی باشه، بنابراین یا باید پی توهی باشه که نیست، یا A چیه؟ دست کم یه عضو داره، که اگر یه عضو داشته باشه اون وقت این شیطون پوشا میشه، کل کیو رو میشه پوشون دیگه، این پروجکشن اگر از یه کیو زرد یه چیز ناتوهی باشه همه کیو رو میپوشونه، دست کم وارد درسته؟ رو یعنی همه آبجکت ها رو میپوشونه، و این خب پوشا نیست، و اگه اینا ایزومورف باشن باید دفترشون این هم باشه، این هم پوشا نی. چرا؟ چون پی کل کیو نی، این نشستن وقتی پوشا است که پی کل کیو باشه، برای به آنی که من یه کیو بدم و یه پی ناتوهی بدم که کلی هم نیست، یعنی یه پراپ واقعا یک پراپر سابستی باشه که چیزم باشه، از پایین بسته است فلان اینا و نابدیهیه،
میتونم یه چیز درست کنم که دیسکریت نباشه و همه چی دیسکریت چیز میگم همه چی دیسکریت همه چی تریویال نیست تریویال دیسکریت فایبرشن نیست هر دیسکریت فایبرشن ولی خیلی بیمزه است این مثال من قبول داریم چه حساب میگم بیمزه است روی این حساب میگم که آخه خب بیمزه است بخاطر این که الان شما که فکر کنیم میسته این اردر مردر مهم نبود شما این بذار بی هرچی اینم بذار بی ضرب در ای هرچی خب من از این فقط استفاده کردم که اینا یا دومینشون توهیه چون ای توهی باشه یا ای دست کمی سیده باشه پوشا یعنی من تا به لحظه آنی که ناپوشا پیدا کنم خب این دیسکریت چیز تریویال نیم چیزون تریویال همه شون یا فلان هم کلشون توهیه یک چیز بذار کنم کلش توهی نباشه چیزم نباشه پوشام نباشه کافیه مثل همین مثال هم. و احتمالا سخت نباشه پیدا کردن این حالا یه دونه ساختیم البته خیلی ماستون و اینا ولی پوینت هم اینه که این شرطه رو ببین یه شرط اصلی که میگه اگه اف ای هر مپی از سی هیچ فورسی نیست که اف رو آبجکت ها پوشا باشه این اف ها رو آبجکت ها پوشان حتی رو چیز هم پوشان اگر این کلش تایی نباشه حتی رو مپ هم پوشان همه چی پوشان خب حالا آستونش رو آبجکت ها پوشان و هیچ جای تعریف یک وایبریشن دیسکریت دلخواه نگفته باید پوشا باشه این فورس نشده توش این معلومه که اینا اساسا یه نوشن نیستن باید کافیه که مثل همین مثالمون یا هزار تا مثال دیگه که بعد میبینیم از اینا درست کنیم زرنگ شما وقتی هستی که این پوشا باشه و دیسکریت نباشه یعنی مثال خوب مثالیه که این دیسکریت وایبریشن باشه پوشا هم باشه رو آبجکت ها اما هنوز تریویال نباشه اون وقتی مثال چیز دادی چون خیلی چیزه این زیادی محدود کننده از تریویال بودن تریویال بودن قابل مقایسه نیست با دیسکریت وایبریشن بودن بخاطر اینکه خب اون اصلا هیچ شرط سرجکتیو بودن رو آبجکت نداره سرجکتیو رو آبجکت رو اگه بذاری روش شاید بشه با تریویال رقابت کنه بگی هر کی که سرجکتیو رو آبجکته ببین مثلا اینجا نگاه کن این مثال ما رو بیاین عوض کنیم بگیم که آیا مثال ما مثلا سرجکتیو رو آبجکت ما میده سرجکتیو رو آبجکت این فقط امبدینگ میده اگه میخوای دیسکریت فایبریشن باشه امبدینگ که سرجکتیو باشه رو آبجکت یعنی کل باشه کل ایزوه که تریویال ببین جلوشو داره میگیره این کل دعوای این که این نمیذاره که این چیز بشه حالا جز این که اون توری باشه که اون بینمکه کل دعواش اینه که این سرجکتیو نیست این امبدینگ است که پوشا نیست امبدینگ که پوشا باشه که کله پوشا نیست به من کمک میکنه بخاطر اینکه خب من نذاشتم پوشا رو تو شرطم اصلا خب پوشام که نباشه اونم که پوشاست نمیشه این که قبولیم این خیلی فاصله دارم با تو یه بازم عجیب نیست نگاه اینجوری فکر کنی که این بی میتونه بزرگتر باشه از اونی که این میتونه کاور کنه یه تیکش یه جای باشه دومی داره که فایبر نداره هیچ ضرری هم نداره فرض کن دوم ربطی نداره اصلا به این وقت یعنی زیر هیچ کدوم از اینا واقع نمیشه اصلا بالاش واقع میشه خب یعنی مفی به هیچ کدوم از اف یه چیزی نداره که از بالا اومده خب ما شرط به این اعمال نمیشه هیچی نمیگه فایبریشن درباره فایبریشن فقط درباره اینکه زیر اف ای مف به اف ای میاد حرف میزنه به بقیش کار نداره حالا تو فرض کن یه تیکه داره که اینور نشسته یا اصلا نشسته با اینا هیچ اینتراکشنی نداره و خوشی کاتگوری جداست مثلا جمع مجزا دو کاتگوری خب به بی با جمع مجزا چیز اضافه کنی که اون برای خوش نشسته قهر با اینا حرف نمیزنه اصلا مهم نیست بالاش هم فایبراش توهی باشه یعنی فایبرها هم لیفت کار نداشته خب این الان ساختم دیگه یه دونه تو به من بدی هر چی اصلا تریویال من یه غیر تریویال الان ازش ساختم یه دونه بی تاش اضافه کن قهر نشسته یه بار با کسی کار نداره این الان دیگه پوشان نیست اون ابجکت ولی هنوز دیسکریت فایبریشن هست چون دیسکریت فایبریشن رابطه به اضافه کردن این نداره ولی تریویالا همشون سرجکتیو آن آبجکت هستن جزو نکه کلشن توهی خراب شد میخوام بگم یعنی خیلی بیمزه میتونی یه کاری کنی که تریویال نباشه به خاطر اینکه چیزه انگار که دعوا مال موقعیه که اینایی که پوشش میدی رو بیا حرف بزنیم اونایی که بالاش فایبری نیست که اصلا فایبرشن درباش نمیفهمه چیزی که تو چه انتظاری داری اونجا که نباید حرف بزنیم اون که دروغه وقتی حرف بزنیم که واقعا جدی ای کاور میکنه بی رو
یعنی همه اعضای بی رو این داره کاور میکنه، اون یه جایی داره دوم داره که روم نداره که کار نداره، واقعا این رو داره کاور میکنه. حالا بیا حرف بزنیم که این تریویاله یا نه، چون در این صورت که چیده یه جانکی این وسط میتونه باشه که به کسی مربوط نیست. تو شد خب برمانی الان تسک واقعی من یا حدث اصلی اینه که آیا میشود که این سبجکتیو آن آبجکت باشه و دیسکیت فایبریشن باشه و حالا تریویال نباشه، آیا همچین کاری امکان پذیر هست یا نیست؟ خب حالا الان ساعت چی میگه؟ میگه من 14:36 هم به وقت من، که یعنی که بندازه کافی من حرف زدم برای امروز. این سوالمون رو نگه داریم با مثال‌های بیشتری که مثال‌های درست درمونتری، حالا نه مثال‌های تریویال، مثال‌های درست درمونتری که بعد به درد این مثال نقض و اینا می‌خورن بذاریم برای دفعه بعد. حالا اگر که سوالی دارین که بپرسید. چه نداریم. پس من اول این شیر کردن صفحه رو قطع کنم، لب تمام قطع کنم، پس